دفاع از قهرمانان و شهدای راستین در هر کشور از جمله افغانستان به دلایل متعدد بیندگرومی اهمیت خاص خود دارد. در مورد شهید صلح استاد برهان الدین ربانی و قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود و سایر شخصیت‌های برجسته تاریخ کشور به خصوص مبارزین راه آزادی در برابر تجاوز شوروی و پاکستانی‌ها و عامیانشان می‌تونه که دلایل ویژه را شامل شود. قهرمانان و شهدای بزرگ بخش از هویت و تاریخ فرهنگی و ملی یک کشور هستند. دفاع از اونا کمک میکنه تا نسل های آینده با ارزش ها و دستاوردهای تاریخی خود آشنا شوند و این ارزش ها را حفظ کنند. شهید احمد شاه مسعود، استاد برهان الدین ربانی و دیگر شهدا برای آزادی و استقلال کشور خود فداکاری کردند. دفاع از آنها نشانی از احترام به شجاعت و فداکاری های آنها است. قهرمانان و شهدای تاریخ میتونن الگوی الهام بخش برای نسل‌های آینده باشند. دفاع از آنها میتواند به جوانان بیاموزد که در برابر چالش‌ها و مشکلات چگونه برخورد کنند و ارزش‌های انسانی و میهنی را حفظ کنند. در عین زمان یادآوری و دفاع از قهرمانان ملی و بزرگان و پیشتازان راه آزادی میتونه به تقویت احساس همبستگی و اتحاد ملی کمک کنه و مردم را برای تلاش به آینده بهتر تشویق کنه. دفاع از قهرمانان به مقابله با تلاش‌های تحریف تاریخ و شایعات که ممکن است به شخصیت‌های تاریخی آسیب برسانه کمک میکنه. البته شخصیت هایی که پاک و منزه هستند ولی یک تعداد به اساس عقده ها و کینه ها و اختلافات سیاسی و مذهبی اینا بالا از اونها اتهامات میبندن ولی اسناد موثقی نمیتونه ارائه کنن، چون این اشخاص میتونن در تاریخ واقعا برجسته باشن، نه معاملگران و نه خائنین و نه کسایی که وابسته به بیگانه ها بودن و تأمین کننده منافع دیگران در کشور ما بودن. شهید احمد شاه مسعود یکی از شخصیت های کلیدی در تاریخ معاصر افغانستان و جهان نسیاتان باشه، چون در جهان هم بعد از چگوارا اینا بیشترین کتابی که نشته شده در مورد مبارزات آزادی خواهی شهید احمد شاه مسعود نشته شده. دفاع از مسعود و دیگر شخصیت های مشابه کمک میکنه تا تاریخ معاصر کشور درک بهتر پیدا کنند و از اهمیت آن در روندهای جاری آگاه شویم. و در نهایت دفاع از قهرمانان و شهدای راستین به معنی دفاع از ارزش‌ها، هویت و تاریخ یک ملت است و به حفظ و تقویت پایه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور کمک می‌کند. اما بدبختانه در بعد از جهاد ما طعم پیروزی را ندیدیم و مردم برعکس آنچنان که پیش از پیروزی جهاد در دفاع از جهاد قرار داشتن و ارزش های جهاد مقدس با طرح‌های خائنانه اینا حتی متنفر شدن، ولی تاریخ پس دوباره آشکار می سازد که چی داستان مرموز و چی داستان آشکار و پنهان برای بدنامی جهاد، برای پس دوباره به قدرت رسیدن تلاش کردن. و چنان که امروز می بینین همون سیاه دلان تاریخ، همون خادستان شرف باخته و بیوجدان که در جریان جهاد و اینا در توسط طرح‌های خائنانه قاتل ملت نجیب اینا جا به جا شده بودن، چگونه از مردم ما انتقام گرفتند در دوران حکومت ساوی و چگونه جنگ های خانمان سوز را اندازی ساختن کردند که امروز خودشان خجالت میکشند و بالاخره میفهمند که یک روز پس دوباره امروز یا فردا مردم افغانستان اونا را نفرین میکنه به خاطر اعمال ضد انسانیشان. دیدیم که امروز در همون خادیستای شراب باخته که در دوران حکومت اسلامی کابل و ایران کردن با اونم طرحهای خائنانه تا پس دوباره قصاب کابل به قدرت برسه با اون طرحهایی که داشت و صحبتهایی که پیش از شکست کرده بود که اگه ما نباشیم کابل جوی خون میشه، اگه ما نباشیم این به این تنظیم تبدیل میشه، این به این تنظیم میشه، چون کل از زیر خود از این خائن طرح ریزی کرده بود بیننده گرامی در طرح مبارزه با بانتیزم. ولی عاقبت این نیت های شون فاش
میشه و مردم ما درک خواهد کردن که کسانی که از ارزش‌های اسلامی و ملی و از نواميس ملی در جریان جهاد مقدس در برابر کمونیست‌های دست نشانده و بعدا در برابر تجاوز ارتش سرخ مبارزه کردن، اینا جزء خائنین و نبودن، اشتباه کردن ولی جزء خائنین نبود، ولی نجیب و تیمش جزء خائنین ملی تا ابد باقی میمانن. یاد ما باشه که درهای پیچیده استخباراتی با خصوص CIA در افغانستان، KGB در افغانستان، ISI، MI6 اینا باعث ادامه خشونت و بدبختی و راه‌اندازی جنگ‌های خانمانسوز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان شد و باعث تباهی و بدبختی مردم افغانستان شد و این مشکل اصلی مهمی بود که مردم ما اول خواست خیرات سر زایرشان 95% نفوس کشور بی سواد بود، بی دانش بود و با سیاست ناآشنا بودن و ما در زمان مبارزه بر ضد شوروی ها اینا شروع شد که مردم ما آماده نبودن و همی باعث شد که در جنگ های استخباراتی و نیابتی ما بازنده اصلی باشیم و بالاخره سرنوشت ما در جایی رسیده که یک مشت ترورست سرنوشت کشور ما را به نام مدافعین اسلام و مسلمان گرفتن، در حالی که تمام از اینا اونم خادیستای شراب باختی نجیب و وابستای تنه هستن. دخالت های استخباراتی پیچیده بیندگرامی از سوی سازمان های مختلف مانند CIA و KGB و MI6 و ISI و دیگر دستگاه استخباراتی در افغانستان تأثیرات بسیار عمیق و منفی بر وضعیت کشور گذاشته. این دخالت ها به ویژه در دوران جنگ سرد و پس از او به تداوم خشونت و بدبختی در افغانستان کمک کرده که بزرگترین ضربهش امی بود که ما را در برابر همدیگر بی اعتماد ساختن و ما را فاقد رهبران ملی ساختن و امروز به هیچ کسی که با شما اعتماد نمیکنه. نتیجه اینمی جنگ های استخباراتی بود که این ملت به جان همدیگر بیندازین، دیگر نگذارین که اینا سر داشته باشن، رهبر داشته باشن، بزرگ داشته باشن، تا اینا بتانند در همین یک فضای بی اعتمادی که مردم هم به نام های قوم و زبان و منطقه جدا بسازن منافع خود در این کشور تامین کنند و آتش را که اینا افروختن ایزوم از این مردم دردمند و بیگناه و بینوا و بیچاری ما و شما باشه. دلایل عمدی از این ایز بود نگرامی که جنگ های استخباراتی، سازمان های استخباراتی مختلف به ویژه در دوران جنگ سرد در تلاش بودن تا نفوذ و قدرت خود در منطقه افزایش بدن، که KGB از یک طرف، MI6 از یک طرف، CIA از یک طرف، ISI از یک طرف. تنها نمیتونه که ISI ما و شما انگوش شما بسازیم که چی بود، استخبارات ایران از دیگه طرف. این تلاش ها اغلب شامل حمایت از گروه های مختلف مسلح و شورشی و گروه های دموکرات و روشنفکر اینا بود که به تجدید درگیری های و جنگ های داخلی و اختلافات سیاسی و قومی اینا در افغانستان منجر شد. حمایت های خارجی از گروه های مختلف و تلاش برای پیشبرد منافع استراتژیک در افغانستان باعث شد که کشور به شدت بی ثبات شود. این بی ثباتی مانی از ایجاد یک حکومت مرکزی قوی و کارآمد شد و کشور به سوی بحران طولانی مدت سوق داد. سازمان های استخباراتی خارجی در مدت اینمی تقریبا 47 سال که قریب به نیم قرن میشه که ما شاهد تمام جریانات بودیم، گاهی اوقات از اختلافات قومی و مذهبی برای پیشبرد اهداف خود بهره برداری میکردن. اقدامات به عمق اختلافات داخلی افزود و به تشدید بحران های اجتماعی و انسانی منجر شد. تسلیح و تجهیز گروه های مسلح توسط سازمان های استخباراتی به شدت بر وضعیت امنیتی کشور ما تأثیر گذاشت. این تسلیحات به ادامه جنگ و خشونت و افزایش تعداد قربانیان کمک کرد و آخریش هم شما می‌بینید که 70 میلیارد دلار به ارزش 70 میلیارد دلار و بیشتر از او اسلحه و مهمات و تجهیزات نظامی را آمریکایی ها بر ترسان طالب به میراث گذاشتن تا اینا از این استفاده کنن برای کشتار انسان ها و بخصوص انسان های وطن ما.
دخالت های خارجی اغلب مانعی از رسیدن به توافق های صلح پایدار و مؤثر میشه. سازمان های استخباراتی به دلیل منافع استراتژیک خود ممکن است به تلاش های صلح آمیز آسیب بزنند و به استمرار درگیری ها دامن بزنند. چنانی که ما شما میبینیم، خوب میبینیم، خوب میفهمیم، اما کار از اهل بحران انجام نمیدیم و خود بیشتر در همین مسائل غرق میسازیم و داخل میسازیم تا اگر بتانیم حمایت بیگانه ها رو بگیریم و چند دلار در جیب های ما جا بگیریم تا زندگی آرام داشته. یک مهم نیست که او ملت را که ما از جزء از او ملت هستیم، او خاک را که ما در همونجا از ها به هوا استفاده کردیم، تحصیل کردیم، بزرگشیم، در اونجا چی میگذره. مهم بر از اینا ایست که چند دلار بس پول بزنن، زندگی های تجملی داشته باشن و خوب بخورن و خوب بخوابن، ملت برشان مهم نیست. باران های طولانی مدت و جنگ هایی که در کشور ما صورت گرفته باعث آسیب های اجتماعی و اقتصادی گسترده شدن که هنوز هم در افغانستان وجود داره. این آسیب ها شامل آسیب به زیر ساخت ها، مشکلات اقتصادی و بحران های انسانی و در نهایت بیندای گرامی چونین مداخلات و طرح‌های پیچیده‌ای معمولاً با نادیده گرفتن نیازها و واقعیت‌های مردم محلی همراه بوده که امروز هیچ کس همه حرف از مردم میزنم، هیچ کس به داد مردم ما نرسید، همه با قدرت سازن و مردم ما را پامال کردن و بیشتر کسایی هستند که بر منافع استراتژیک و جغرافی کشورهای متمرکز بوده. یعنی هر نوکر استخدام شده که تامین کننده منافع بیگانه ها باشه، نه تامین کننده منافع ملی ما، چون برای اینا تعریف از منافع ملی نیست. فکر و هوش و ذهن و وجدان و همه از اینا در این فکر است که چگونه برای بیگانه خدمت کنن تا بیگانه خوشنود باشه و ملت ما تباه و در بدر. مردم افغانستان که با سیاست و جنگ های استخباراتی آشنا نبودن در ایمیان قربانیان اصلی بودن و تأثیرات این بحران ها را به صورت گسترده تجربه کردن. این بود بیدای گرامی که چرا ما از قهرمانان خود، از بزرگان خود باید تجلیل کنیم و یادشان همیشه به خاطر داشته باشه. اما دیشب در بانکویت هال ویکتوریان گاردن در ایجکس چی گذشت؟ دیشب در حالی که بیشتر از گنجایش سالون بیندای گرامی هموطنان عزیز ما از راه های دور و نزدیک حضور به هم رسانیده بودند، هفته شهید با شکوه خاص تجلیل شد. و قابل یادآوری میدانیم بیدای گرامی که این برنامه از طرف کمیسیون برگزاری هفته شهید که از سال 2002 تا کنونه، به استثنای دو سالی که یک سکتگی های پیدا شد مثلا 2022-2023 تا کنون در یه صف فعال است، برگزار شده بود. محفل دیشبی بعد از تلاوت قرآن کریم با سخنرانی های هموطنان گرامی ما از هر گوشه و کنار وطن و پیام ها تا ساعت 11 شب و با صرف غذای خوشمزه ویکتوریان گاردن بانکویت هال به پایان رسید و تجربه آور بود برای یک تعداد که در شب هفته، در شب کاری بیشتر از 253 گنجایش سالون معمولا 200-220 نفر است، ولی بیشتر از 250 نفر در اینجا شرکت کرده بودند. مخصوصا نسل جوان، نسلی که یعنی ما یقین دارم که اگر به این نسل اجازه داده شود و این نسل واقعا بیشتر مسئولیت پذیر شود، نسل میتونه که تغییر بیاره. جوانان عزیز ما بیشتر اشتراک کرده بودن و با یک نظم خاص در محفل حضور داشتن و بجاست که ما به نمایندگی از کمیسیون، از کارکردهای کمیسیون برگزاری هفته شهید از 2002 تا فعلا، بخصوص از نورالله جان شاه سید، دکتر صاحب مهدیار، محترم وکیل صاحب علی مصدف، آقای عیان هلال، هلال الدین عیان ببخشید، امید جان سروری، میهن جان سروری، زبی جان وکیلی، فهیم جان خودامنی، رامین جان شریف، هنرمند بی‌بدیل ما در بخش تنظیم ساوند سیستم، اماشا جان مسئول بانکویت هال ویکتوریان که دست به دست هم دادن تا چنین محفل با شکوهی را راه اندازی کنند. بیاگرامی پیام محفل واضح و آشکار بود.
یعنی مع فیلم شاید تعداد کسایی بودن که با مبارزات بزرگان جهان موافق نبودن، ولی مبارزهشان بر حق می دانستن و انتقادات و نظریات مخالف هم داشتن، که واقعا برای ما جالب است. برای اینکه خوب است که منتقدین باشن، انتقاد کنند، تا این انتقادا زمینی بر بحث بیشتر مساعد شود. اما بیشتر تمام پیام ها امی بالای افز وحدت و انبستگی ملی و تاکید میدارم. بسیار مهم است که دیشب و خود ما هم در صحبت های خود یاد باشیم تاکید بر خط مبارزه شهدای کشور ما. البته شهدایی که از 1357 ما به این طرف حساب میکنیم، در رأسشون استاد روانی، شهید مسعود و دیگه عزیزان، هر کدام که در ایران از مجاهد گمنام ما گرفته تا بزرگان شد، هر کدام پیش ما محترم هستن، هر قطره خونشان پیش ما ارزش داره و به خاطر هر قطره خون از اینا تا زنده هستیم صدای عدالت خواهی هم بلند میکنیم. ولی دیشب تا که من خودم هم یاد کردم، یک تعداد حتی از منطقی مسعود بزرگ و استاد ربانی، اینا ظاهرن مذبوحانه تلاش دارن که مبارزات شهید مسعوده و استاد ربانی را سمتی جلوه بتن و بگوین که اینا به خاطر اهداف خاص مثل قومی، زبانی، سمتی مبارزه می کردن و بعضی ها استدلال می کردن که اینا رهبران به اصطلاح و گفته خودشان رهبران تاجک بودن و قهرمانان فارسی زبان بودن. نخیر، نی، یه اندیشی باطل است، اندیشه با کلی رد است. برسی که ما بارها با بزرگان جهاد نشستیم، صحبت کردیم با استاد ربانی، با شهید مسعود، هیچ کدام از اینا نظر قومی و سمتی نداشتن. اگر اینا واقعا نظر سمتی و منطقی و زبانی می داشتن، باور کنید در جریان مقاومت اول بسیار راه ساده بود که کشور را پارچه پارچه کنند. اما تاکید امیش بر افز وحدت و انبستگی ملی بود، تاکید بر افز تمامیت ارضی و حاکمیت ملی بود. من نمیفهم که یک تعدادی که تازه سر بالا کردند و تازه تا به تورنتو هم آمدند، از کدام آدرس اینا آمدند که میگن که شهید احمد چای مسعود رهبر تاجیکا بود؟ اینا قصدن با زمین کلمات از شان و شوکت و عزت شهید احمد چای مسعود میخواین که بکاهند، در حالی که امروز هر تلاش مذبوحانه ای که اینا انجام بتن، یقین داشته باشن که نمیتونن از او ارزش های معنوی و تاریخی شهید مسعود و استاد ربانی بکاهن. امروز اونا جایگاه خاص خود در تاریخ، نه تنها تاریخ کشور ما، در تاریخ منطقه و جهان دارن. امروز نام از اینا به خط زرین نوشته شده، نیست مبارزین آزادی خواه، نه مبارزین قومیت، نه مبارزین یک قوم و یک زمان. بازم من تبریک میگم برای تمام دوستانی که در برگزاری محفل اینا نقش داشتن. روح شهدای ما، روح شهدای جهاد و مقاومت کشور شاد، و امیدوار هستیم شاید روزی باشیم که دوباره این تروریستان وحشی، این گروه وحشی بی فرهنگ خدا منکر ضد انسان و ضد بشریت از کشور ما گلیمش جمع شود، و گلیمش وقت جمع میشه که من و تو به خود بیایم از زندانهای فکری و قومی و زبانی و سیاسی و مذهبی اینا خود برون کنیم، با یک دید ملی متحد شیم. اون وقت است که ما میتونیم که این تروریست های وحشی را شهرشان از کشور خود گم کنیم. با امید چنین روزه.